درود و سلام به هم میهنان عزیزم در خارج از ایران و در خانه پدری. امروز میخواستم راجع به یه مسئله که خیلی مهمه به نظرم رسید که خیلی مهم باشه و کمتر تو این چند مدت بهش توی رسانه‌های فارسی زبان ایرانی که در خارج از کشور فعالیت میکنن اشاره شده، البته اشاره شده و نه ولی نه در این سطح که بتونه مثمر ثمر باشه، بتونه کاری رو انجام بده، و اونم چین هستش که امروز میبینیم که تنها حامی خارجی در هر صورت علنی به صورت خیلی آشکار به دلایل مختلفی از جمهوری اسلامی، از دولت، از روش حکومتی جمهوری اسلامی دفاع میکنه و پاشو توی کفش کرده و به خاطر مسائل سیاسی و گروکشی هایی که با دولت امریکا و دولت‌های اروپایی داره به هر حال از برنامه های هسته‌ای ایران دفاع میکنه، از نقض حقوق بشر در ایران رو خیلی کمرنگ جلوه میده و اطلاع رسانی آزاد رسانه‌های غربی رو محکوم میکنه و اون رو دخالت آشکار در امور داخلی ایران میدونه. همونطور که میدونید چین و ایران دو کشور تقریبا مشابه دیکتاتوری هستن که خب به هر صورت چین یه سری موارد میشه گفت فقط در پلیتیک و در سیاست هستش که خیلی به صورت دیکتاتوری عمل میکنه، ولی خب آزادی های دیگری دارن که ما سالهاست خوابش رو میبینیم. و میخواستم یه مقدار راجع به نقش چین توی این بازی صحبت کنم و اونم اینه که همونطور که میدونیم چین قدرت خیلی زیادی گرفته و الان جزو قدرت های تعیین کننده. یه روزی بود که چینی ها به امریکایی‌ها و به اروپایی‌ها التماس می‌کردن که بیان اونجا سرمایه‌گذاری کنن، یک مقدار تکنولوژی مدرن به چین بدن، یک مقدار کمک کنن چین رو که توسعه پیدا کنه، ولی امروز می‌بینید که حتی چینی‌ها به امریکایی‌ها پول قرض میدن، به اروپایی‌ها سرمایه‌گذاری در تمام دنیا می‌کنن، نقش خیلی عمده‌ای رو دارن. ولی اینو نباید فراموش کنیم که قدرت چین بر مبنای فقط صادرات هستش و اقتصاد روبه رشد چین که بسیار بسیار هم شکننده میتونه باشه در شرایطی بعضی وقتا خیلی بزرگ جلوه داده میشه، در صورتی که میشه از این شکنندگیش به هر حال ما یه استفاده بکنیم و سعی بکنیم یه درسی به چینی ها بدیم که حداقل بیان پشت مردمای آزادی خواه قرار بگیرن، نه در پشت دیکتاتورها. البته خب ماهیت هر دو تا کشور، هر دو تا دولت ایران و چین یکیه، ولی ما اینجا باید حساب خودمون رو باید حداقل اون خواسته های خودمون رو بیان بکنیم و این به نظر من مدت هاست، ماه هاست که به نظر من رسیده و اون هم ضعف چین هستش و نارضایتی قشرهای کارگری در جهان غرب یا مثلا کشورهای پیشرفته ای مثل آلمان، فرانسه، ایتالیا، در کل اتحادیه اروپا و امریکا که میلیون ها نفر به طریقی که این شرکت ها و تکنولوژی غربی به چین مهاجرت کردن و اونجا سرمایه گذاری کردن و میلیون ها نفر قشر کارگری، قشر میشه گفت میانه و از میانه به پایین این کشورها کاراشون رو از دست دادن و چندان به قول معروف چندان دل خوشی از چینی ها ندارن و ما میتونیم در این شرایط از این استفاده کنیم و در یک نماد سمبولیک بیایم هم در ایران، مسلما در ایران خودشون جوان خودشون میدونن و این کارو بارها با روسیه کردن، ولی با چین هم اگر این کار رو بکنیم مطمئنن این آخرین بازوی این اختاپوسته که به این ور اون ور این بازوهاشو دراز کرده تا یه جایی یه کمکی بگیره که در این دره پرت نشه، این بازوی آخرش رو هم قطع کنیم که
عمرش رو هرچی کمتر و کمتر بکنیم. و به هر حال به نظر من رسید که اگر بتونیم ما یک خیلی ارگنایز و خیلی همسو با همدیگه و خیلی با صدای بلند این رو به گوش دنیا برسونیم، میتونه خیلی تحریک آمیز باشه، میتونه خیلی تأثیر بذاره. و میدونید که جنبش سبز ایران بسیار تأثیرگذار شده توی دنیا، توی افکار عمومی دنیا، همونطور که دیدیم با چین، با روسیه چه کار کردن. روسیه خیلی سریع اومد و موضعش رو تغییر داد و اعلام کرد که ما از به هر حال به صورت ظاهری از مردم ایران، پشت سر مردم ایران هستیم و از خواستهای اونا حمایت میکنیم. اگر بتونیم این کار رو با چین هم بکنیم، مطمئنن جمهوری اسلامی و این خوناشام ها دیگه کسی یک دیوار خیلی محکم و قدرتمند خارجی رو ندارن که بهش تکیه کنن و مانور بدن، و این بازو هم قطع خواهد شد و من فکر میکنم که خیلی سریعتر به مقصد برسیم. در همین زمینه هستش که اگر بتونیم این کار رو انجام بدیم، یعنی شاید در بعضی از کشورها قوانینشون اجازه نده چند تا پرچم چین رو مثلا آتیش بزنیم به جای پرچم امریکا که همیشه نمادین این کار رو میکردیم، جنس‌های چینی رو که میدین چاینا هستش و ازش فیلم بگیریم و تو شبکه‌های اینترنتی قرار بدیم، تا بتونه یک موجی رو، یک بسیجی از نیروهای مخالف که خیلی خیلی زیاد هم هستن، و این رو به خاطر این به عرضتون میرسونم که خب در چند کشور اروپایی من زندگی میکردم و الان در امریکا و این رو کاملا حس میکنم، اگر ما بتونیم این مسئله رو واقعا در روز 22 بهمن مثل همون روز 13 آبان که مرگ بر روسیه در تمام دنیا تنین انداز شد، این مسئله رو ما در خیلی به صورت سمبولیک این کار رو بکنیم، 100% خیلی اثر خواهد داشت. چین فقط قدرتش به صادرات هستش، اگر صادراتش حتی 10% که کم بشه، 10% برای ما شاید چیزی نباشه، ولی برای کشور 1,300,000,000 نفری چین خیلی راحت میتونه 50-60 میلیون شغل رو از بین ببره و این اصلا قابل تحمل برای دولت چین نیست و 100% موضعش رو عوض خواهد کرد. و من میدونم الان یه سری بازی‌های سیاسی هستش که جلوی آمریکا و 5+1 خیلی مقاومت میکنن، ولی مطمئن باشید که این مقاومتش با این کار مطمئن هستم که در هم میشکنه. پس بیایید در روز 22 بهمن هم صدا و یک نوا با هم مرگ بر دیکتاتور رو و مرگ بر چین رو در فریاد بزنیم و فیلم های اون رو و ویدیوهای اون رو در اینترنت و در دنیا پخش کنیم، تا شاید بتونیم نظر مساعد دنیای آزاد رو جلب بکنیم. خیلی ممنون هستم، خدا نگهدارتون.